در این صفحه دوی ویژه نگاهی می‌کنیم به قتل‌های سیاسی آذر 77 در ایران موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای. این قتل‌ها چرا، چطور، به دست چه کسانی و با چه اهدافی صورت گرفتند؟ عاملان و آمران اکنون کجا هستند و این قتل‌ها و آنچه در پی داشتند چه تأثیری بر سیستم سیاسی و امنیتی ایران گذاشتند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این صفحه دوی ویژه. درست 20 سال قبل در آذر 1377 تهران دستخوش حوادثی بود که زلزله‌ای در فضای فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور ایجاد کرد. در روز اول آذر داریوش و پروانه فروهر، دو چهره سیاسی سرشناس ملی، در خانهشان به طرز فجیعی کشته شدند. در روزهای بعد دو نویسنده و محقق دیگر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، هم به این جمع اضافه شدند. گرچه قتل‌های سیاسی در ایران منحصر به این چهار قتل نبود و در سال‌های پیش از آن شمار دیگری از دیگراندیشان به قتل رسیده بودند، اما قتل آنان چندان نمود رسانه‌ای نیافته بود. قتل این چهار چهره موسوم شد به قتل‌های زنجیره‌ای و دولت محمد خاتمی در بیانیه گفت قتل‌ها کار وزارت اطلاعات او بوده، اما دستور از بالا نبوده و عده‌ای خودسر دست به این اقدامات زده بودند، حرفی که خانواده و وکلای قربانیان هرگز آن را نپذیرفتند. این افراد به همراه روزنامه‌نگارانی که در این باره می‌نوشتند تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی سال‌های طولانی حبس کشیدند. امروز در 20مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای نگاهی می‌کنیم به دلایل این قتل‌ها. چرا این افراد به قتل رسیدند و تأثیر این قتل‌ها بر دستگاه امنیتی ایران چه بود؟ فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان، با ماست. همینطور سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران کشته شد، محقق از برلین. و اینجا در استودیو همکارم حسین باستانی هستند. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. من میخوام اول بحث رو از آقای مختاری شروع بکنم، با توجه به اینکه شما در دل ماجرا بودید. یک مقدار از تحولات اون سال به ما بگید. 20 سال قبل وقتی که این اتفاقات میافتاد شما کجا بودید؟ وضعیت خانواده چطور بود؟ چی شد و چطور شد که پدر شما به قتل رسیدن؟ من شما مهمانان گرامیتون، 20 سال پیش جایی که من خاطرم مونده شرایط بسیار تلخی بود، به خاطر اینکه پیش از اینکه پدرم روز پنجشنبه 12 آذر منزل رو ترک بکنه و دیگه به خونه نیاد، قتل فروهرها و فشارها و تهدیدهایی که بر ادای کانون نویسندگان که دوباره فعالیت خودشون رو در اون سال آغاز کرده بودند، باعث شده بود که ترس و بیم چنین اتفاقی در خانواده ما وجود داشته باشه. همون روزها بود که پدرم به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود و چند جلسه‌ای در اون دادگاه داشت و طی اون تجربه متوجه شده بود که انگار در برای او و همکارانش حکمی داده شده و این رو در واقع در منزل ما مشاهده می‌کردیم و همه نگران بودیم، به ویژه اینکه صحبت از لیستی میشد که کسانی که این قتل‌ها رو مرتکب شده بودن پی گرفته بودن و سعی داشتن بسیاری از مخالفان و دگراندیشان رو به قتل برسونن و متاسفانه روز پنجشنبه که پدرم به خونه نیومد، بنابر اون اتفاقاتی که افتاده بود و فشارهایی که در سالهای قبل ما شاهد بودیم، در واقع اون ترس ما کم کم تبدیل شد به مواجه شدن با این واقعه دردناک که متاسفانه هفته بعد با شناسایی جسد بود که برادرم اثبات شد. بله، باید یادآوری کنم که هر چهار نفری که الان در این برنامه صحبت میکنیم همه در اون روزها به نوعی از نزدیک ماجرا رو میدیدیم، هر کدومون در یک جایگاه. من خودم خبرنگار بودم و هر روز در اون مراسم حضور داشتم، خون منزل شما هم اومده بودم آقای مختاری، و یادم هست که با مادرتون مصاحبه کردم. آقای سرکوهی، شما جزو کسانی بودید که صحبت بود در اون لیست اسمتون هست یا نیست؟ خیلی از کسان دیگر هم بودند در اون لیستی که الان آقای مختاری بهشون اشاره کردن و این ترس و نگرانی رو میشد در جامعه فرهنگی ایران دید. شما از اون روزها به ما بگید. من البته وقتی که این محمد مختاری و گویان در و همچنین پور و حرام کشتن خارج بودم. میدونی که
قبل از اون وقتی که میدونیم که خب قتل این نوع قتل ها سابقه داشت، کاظمی رو کشتن مواقع، و بعد در دوره که جمع مشورتی کانون نویسندگان ما فعال بودیم در اون زمان، سعیدی سیرجانی رو کشتن و ما یک نامه ای دادیم حدود 30 تا 40 نفر امضا کردیم در مثلا اینکه سعیدی سیرجانی با حقوق قانونی داشته باشه و غیره، قبل از کشتنش وقتی بازداشتش کردن و بعد ما رو دادن به اطلاعات و فشارهای زیادی به ما در محمد مختاری یکی از کسانی که به ذات اطلاعات اهدار شد همراه با من و خورشیدی و دیگران، چون در واقع و محمدی که چهرهای بسیار فعال کانون بود از قدیم و در جمع مشورتی آقای مختاری، بعد ما متن 134 رو منتشر کردیم که خیلی متن مشهوری شد. یک گروه 8 نفره بودیم ما که متن رو نوشتیم به جمع مشورتی تصویب کردیم اون رو، و بعد این گروه 8 نفره برای جمع مشورتی بود، ما برای اون امضا جمع کردیم و بعد منتشرش کردیم که محمد داری هم یکی از من محمد داری و چنگوش و ما 8 نفر بودیم که گزارشش در مجله تکاپو چاپ شد و مجله تکاپو رو به همین دلیل توقیف کرد در زمان رفت جنگ. بعد خب ماجرایی شد که من رو بودن و چندی بار ما رو بازداشت کردن، فشارهای گوناگون قرار دادن، بعد ماجرای اتوبوس رو خب همه میدونیم که کوشیدن ما رو بندازن از دره قطع کنن به پایین و بکشن، حالا یه سنگی مانع شد و غیره، و بعدش بالاخره در مورد خود منو در فرودگاه مهاجر به خودم سفر بکنم رو بودن. بعد آقای رفسنجانی رسما در مصاحبهش اعلام کرد که سرکوبی در آلمان و هلند هست، بعد آقای ولایتی هم که وزیر خارجه بود همچنین نامه رسمی نوشته و سرصدا شد که بزرگ تا افتاد من رو آزاد کردن بعد 45 روز. اما بعد من یه نامه نوشتم که نامه در داخل کشور پیروزی زمانی رو منتشر کرد، در خارج کشور در همه نشریات منتشر شد و سرانجام دوباره من دستگیر کردن و سال زندان کردن و بعد من به خارج کشور تحت فشار یونسکو اینا مجبور شدم به من پاسپورت دادن به خارج کشور بیام. من در خارج کشور بودم وقتی که این خبر به اصطلاح این قطار شنیدم، در اون موقع من خب خیلی ناراحت شدم چون من با محمد مختاری خیلی دوست بودم، پوینده رو زیاد نمیشناختم، یکی دو بار بیشتر ندیدم چون در زمانی که من بودم در جمع مشورتی زیاد فعال نبود، در بیشتر در مجله آدین هم همکاری چندانی نداشت، با مجله تکاپو بود در میزگرد های مجله تکاپو فعال بودم و کانون، و بعد هم بعد از خروج من در کانون بسیار فعال شده بود، دارش فروه رو پرواره فروه رو دیده بودم، با اونا مصاحبه کرده بودم، در آدین چاپ کرده بودم مصاحبه با دارش فروه رو غیره، برای من خیلی ناراحت شدم هم به دلیل فشارهایی که میاد و هم به دلیل آشنایی که با اینا داشتم. من اون موقع رفتم در تنی بین المللی و کوشیدم که به اصطلاح اعتراض بین المللی رو تا اونجا که میتونم من درش سهمی داشته باشم، و طبیعت ضربه بزرگی بود برای من. آقای باستانی شما هم بودید در اون روزها در روزنامه ها کار میکردید و از نزدیک فضا رو دنبال میکردید، شما به ما بگید از خاطرات اون روزها چه گذشت، و یک مسئله مهمی که خیلی صحبتش میشه این هست که در اون روزها اطلاعات بسیار مخدوش بود، اطلاعات زیاد و متعددی میومد که کسی نمیتونست سره رو از ناسره تشخیص بده، در مورد این بیشتر بگید. بله، در واقع بعد از اینکه به هر حال قتل‌ها شروع شد و پیگیری‌ها شروع شد و اطلاعیه وزارت اطلاعات اومد، خب قبل از اطلاعیه وزارت اطلاعات رو حال هواش رو خب به خوبی توصیف شد تو صحبت‌های قبلی، ولی بعد از اینکه اطلاعیه وزارت اطلاعات اومد، بعد مخصوصاً این شدت گرفت این وضعیت، یعنی مجموعه ای از اطلاعات شروع شد منتشر شدن که این اطلاعات ما بعداً شاید به این نتیجه رسیدیم که در واقع ضد اطلاعات بود تا اینکه اطلاعات باشه. مثلا همین نامه‌ای که منتشر شد به اسم گروه فدایان اسلام ناب محمدی که اون لیستی هست که بهش اشاره میکنن، همون لیستی که بهش میکنن، من برداشت خودم الان این هستش که حتی اون هم بخشی از این کمپین ضد اطلاعاتی بود که جاهایی در داخل حکومتی ایجاد کرده بودن. چرا؟ چون قرار بود این فرضیه رو تقویت کنه که یک محفل خودسری هستن که میشینن دور هم تصمیم میگیرن روشنفکرا رو حذف کنن. محفل خودسری در کار نبود، بخشی از وزارت اطلاعات به صورت رسمی وظیفه‌ای رو انجام داده بود که بهش محول شده بود در حکومت و این وظیفه رو داشت سالها انجام میداد. به عبارت دیگه ماشینی که از سالها پیش روشن شده بود حالا در دوره جدید هم به کار خودش ادامه داده بود، حالا دوره جدید یه ذره فضا تغییر کرده بود، فضای مطبوعاتی غیره، و این باعث شد که در واقع پیگیری‌های صورت بگیره، حالا در داخل دولت هم در واقع پیگیری ها ادامه پیدا کرد و این به این انجام مید که خب این دفعه به صورت دیگری پیش رفت و افشاگری صورت گرفت و اینها. محفل خودسری نبود، در واقع
گروه مصطفی نوابی نبود که حتی اسمش هم میدونید اسمش هم غیر طبیعی بود دیگه بله. اون سید مجتبی نواب صفوی بله. بود مصطفی نواب از کجا اومده بود و اینها ادامه پیدا کرد بعد از اینکه مشخص شد کسانی در داخل وزارت اطلاعات بودن با مجموعه زیادی از اطلاعاتی که البته حتی در داخل نشریاتی که پیگیر قتل ها بودن این مطالب بازگو میشد حتی کسایی که در خارج از کشور بودن در واقع و داشتن با حسن نیت هم دنبال میکردن بعضا این اطلاعات رو بازگو میکردن مثلا اینکه این کسانی که قتل ها رو مرتکب شدن فسادهای اخلاقی دارن اینها وابستگی به در واقع مثلا سرویس های بیگانه دارن اینها چیزهایی بود که به این خاطر که کسایی که قتل ها رو انجام داده بودن خب افرادی بودن که منفور بودن همه با کمال میل اینها رو باور میکردن ولی تهش اون کمپین در واقع ضد اطلاعات بود که قرار بود اثبات کنه اینها آدم های نظام نیستن نه سبک زندگیشون و نه وابستگی هاشون کسایی هستن که در خارج از سازوکار نظام تصمیم گرفتن و کاری رو انجام دادن اشاره خوبی کرد به این قضیه که اینها که بودن کسایی که در واقع عاملان قتل ها بودند حالا بگذاریم از عامران که راجبون هم صحبت میکنیم الان که برنامه رو ضبط میکنیم مراسم فروهرها در تهران در حال برگزاری هست من موفق شدم با خانم فروهر پرسو فروهر صحبت بکنم راجب اون در واقع اتفاقی که در سال 79 افتاد 10-12 روز رفتند و پرونده رو مرور کردند بشنوید که اون چه میگه در اون سال 79 یک مهلت 10 روزه به ما دادند برای خوندن پرونده. این مهلت 10 روزه هم البته از ساعت 8 صبح شروع می شد تا در واقع نماز ظهر که اون موقع یه چیزی حدود یک بعد از ظهر بود. و خب چندین و چند جلد کلاسورهای بزرگی بود که بایستی ما از اون رئیس دفتر می گرفتیم رسید می دادیم و همونجا زیر نظر او در اون دفتری که رئیس دفتر شعبه در اونجا نشسته بود می نشستیم می خوندیم و رونویسی می کردیم از خانواده ها من بودم وکلامون بودن آقای دکتر ظرفشان خانم عبادی آقای بشیری و خب دو وکیل متهمان هم در یک اتاق جنبی می نشستند و پرونده خونی می کردند این 10 روز در واقع متعلق به سنگین‌ترین و تلخ‌ترین تجربه های انسانیه که من میتونستم در زندگیم کرده باشم برای اینکه اولا که دست نوشته های کسانی بود که متهم به قتل پدر و مادر من بودند اونها رو در همین خونه در محاصره گرفته بودند و به فجیع‌ترین شکل کشته بودند دوما اگرچه که اون پرونده ساختگی و بسیار پرنقصیه ده ها صفحش رو در آوردن اینجا و اونجاش در واقع کاملا مشخصه که بازجویی ها در یک تبانی میانه بازجو و متهم نوشته شده اطلاعات عجیب و غریبی که هیچ ربطی نداره پر شده انبوه شده درش اما اینجا و اونجا جمله هایی ازش بیرون زده بود که هولناک بود اینکه نوشته باشند که حذف فیزیکی جزء وظایف سازمانی اونها بوده به عنوان کارمند دولت و در طی سالها بارها اون رو انجام دادن و بازجو حتی یک بار سوال نکرده باشه که یعنی چی؟ یعنی قتل جزء کارهای شما بوده یعنی چه کسان دیگری قربانی اون شدند یا اینکه نوشته باشند که برای اون شبی که پدر و مادر عزیز من رو کشتند با فیش حقوقیشون اضافه کاری دریافت کردند برای اینکه کار به درازا کشیده یا اینکه کسی که اون ضربه های وحشتناک رو به سینه عزیز مادر من زده گفته باشه که با ذکر یا زهرا زده و همه این کارها رو برای رضایت خدا کردن همه این تک جمله ها که نشان از یک روال قدیم سابقه دار داشت و همونطور که نوشته بودند روال سازمانی داشت و عدم رسیدگی به اونها این
این جمله ها بود که همچنان پژواکش توی ذهن من هست و همچنان نمیفهمم که چطور ممکنه در این حد عصبیت در واقع وارد یک ساختاری بشه که موظف به حفظ امنیته و تمام این پافشاری بر دادخواهی برای اینه که چنین ساختارهای خشونتباری از رابطه بین مخالفان سیاسی و دستگاه حاکمه حذف بشه تا دیگه فرزندانی چنین جمله هایی نخونن، چنان چیزهایی که من دیدم نبینن. امیدوارم چنین روزی در سرزمین ما فرا برسه. صحبت های پروانه پرستو فروهر رو شدیم در تهران در خانه‌ای که پدر و مادرش به قتل رسیدن. قبلا خانم عبادی، شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر با رادیوی فارسی بی بی سی مصاحبه کردن همین امروز صحبت. در اون میگن که بخش دیگری از همین صحبت ها میگن که این افرادی که مورد بازجویی قرار می گرفتن، عاملان قتل‌ها، بسیار شگفت زده بودند که چرا اصلاً داره از اونها بازجویی میشه. میگفتند که خانم عبادی میگه گفتن تا حدود 400 نفر رو ظرف سالهای گذشته کشتن. برای برخی از اونها بسیار از اونها تمجید شده و تشویق شدن، چرا در این مورد این اتفاق نیفتاده؟ بحث حذف فیزیکی آقای باسنی چقدر بحث در واقع جاری و عادی بوده در سیستم وزارت اطلاعات ایران؟ ببینید، خب اون تعدادی که مثلا خانم عبادی ذکر کردن شاید بشه به تعبیری گفت قاعدتا از شروع این فرایند رو در واقع در بر می‌گرفته، چون این داستان از اوایل دهه 70 شروع میشه و اوایلش هم با روشنفکران شروع نمیشه، اوایلش با کسانی شروع میشه که انگار در اجتماع همه موافق بودن که حزبشون مشکلی نداره. اصطلاحا در ابتدا با زدن اصطلاحا گندلات ها شروع میشه. یعنی چجوری میشه سازوکاری در وزارت اطلاعات ایجاد میشه برای اینکه اینها بتونن تشخیص بگیرن چه کسانی لازم حذف بشن؟ و البته خب چون به هر حال اسم نظام هم نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، سازوکاری هم برای اینکه در داخل وزارت فتوای در واقع این کار بتونه صادر بشه در واقع تعبیه میشه، برای اینکه بیان مثلا کسانی که مرتب دستگیر میشدن ولی رشوه میدادن آزاد میشدن، قتل می‌کردن، بعد مثلا فرض کنید که رو خانواده قربانی فشار می‌آوردن رضایت می‌داد، اونها به این نتیجه رسیده بودند که این فرایند کار نمی‌کنه، سیستم قضایی و پلیس اینها رو باید حذف کرد. با حذف اینها شروع شد، ادامه پیدا کرد با کسانی که مثلا متهمین بزرگ پرونده‌های مواد مخدر بودند. تا اینجاش همه انگار راضی بودند دیگه، چون کسی اعتراضی نداشت که اینا دارن حذف میشن. اما وقتی این سازوکار تثبیت شد، وقتی تصمیم گیری به کسانی در داخل وزارت اطلاعات داده شد، اونها دیگه این تصمیم گیری را توسعهش دادن. در سالهای بعد ادامه پیدا کرد، نمونه هایی مثلا فرض کنید زدن بعضی از کشیش ها ادامه پیدا کرد، بعضی از در واقع علمای اهل سنت ادامه پیدا کرد و دیگه انگار این سازوکار اینطوری شد که هر آن کس که وزارت اطلاعات تشخیص بده که لازمه حذف بشه رو میشد حذف کرد. که دیگه در این اواخر دیگه طبیعتاً بیشتر رفت به سمت طیفی از دیگراندیشان که خب دیگه ته داستان رو میدونیم که تا کجا ادامه پیدا کرد، ولی این سازوکار بود که عمل میکرد. و خب به عبارت دیگه همونطور که قبلا هم اشاره کردم، ماشینی بود که سالهای پیش روشن شده بود. این ماشین منتها در دوره دولت جدید هم ادامه پیدا کرد کارش در واقع، ولی خب در اون زمان فضای متفاوتی ایجاد شده بود که حالا رسید به این که یک چیزایی افشا شد، وگرنه این ماشین همون ماشین بود، صحبت از سازوکار جدیدی نبود. آقای سرکوهی، چرا این قتل ها انجام شد؟ به نظر شما چه شد که وزارت اطلاعات ایران به این نتیجه رسید که باید این عده رو بزنه؟ ببینین، این مسئله بسیار مهمی. آقای باستانی به چند نکته بسیار مهم اشاره کردن که من خیلی هم باشون موافقم، و در این حال این رو هم بگم که حتی در دوران آقای خاتمی که چیزای افشا شد، تمام کوشش حتی نشریات اصلاح طلب بر این بود که این رو به اصطلاح بگه که ذاتی سیستم نیست، این از سیستم برنخواست، از کل نظام برنخواست، از یک گروهی بخشی غیره و غیره، در حالی که اینم جز همون ضد اطلاعاتی بود که آقای باستانی گفتن و به درستی هم اشاره کردن که حتی همون اعلامیه و اینا
ضد افلاطون پخش می‌کردن تا مردم رو گمراه بکنن. ببینید مسئله اساسی این هستش که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت نیمه توتالیتر هست بود و یک حکومتی بود که از نظر ایدئولوژیک تک صدایی بود، می‌خواست یک فرهنگ تک صدایی رو بر همه تحمیل بکنه. این جزء ساختارات بود در این حال استبدادی بود. این حکومت تونسته بود خود این کسی آقای امامی که ما اون موقع به اسم آقای حسینی می‌شناختیم، حاج آقا حسینی می‌شناختیم، بعدم که عکسش چاپ شد من دیدم که این حاج آقا حسینی همون آقای امامی هستش. او خودش اصلا به ما صریحا میگه ببینید این اونها یک به اصطلاح تحلیل هایی داشتن. این تحلیل ها هم از خود وزارت اطلاعات هم نبود، این محدود به وزارت اطلاعات نیست. در واقع ما یک شوراهایی داریم در ایران که سیاست امنیت ملی رو تدوین میکنن. این شوراها در این حال توصیه میکنن که توصیه کرده بودن که دو پایه اساسی رو در عمل ما میبینیم اجرا میکردن. یکی سرکوب فرهنگی یعنی سانسور و به اصطلاح حذف منتقدین یا روشنفکران از فضای عمومی جامعه، از رسانه ها، از تلویزیون، از غیره و سانسور کتاب ها و نشریات، و یکی هم حذف فیزیکی. این حذف فیزیکی در واقع وقتی اینا بهش متوسل میشدن که دلال گوناگون داشتن. وقتی این حالا ابلاغ شد به وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات حالا کارشناسانی داشت که تشخیص میدادن چه کسانی رو برای حذف فیزیکی انتخاب بکنن. اگر این یک نکته، یک نکته من بگم بعد اون جواب پاسخ شما رو بدم. ما رو که وقتی که سعیدی سیرجانی رو کشتن، ما رو بردن به وزارت اطلاعات، من، موچنگ گلشیری، رضا براهنی و یه نفر دیگه حالا درست شادم مطمئن نیستم، صریحا به ما گفتش که این یک پیامی است برای شما، یعنی یکی از هدف‌ها ترسوندن بود. سریع به ما گفتش که این یک پیامی است برای شما. یا احمد میرالاری که کشتن، من در ایران بودم، مترجم مشهور در اصفهان، بالا سرش دو تا بطری گشودن. پزشک قانونی اصفهان گفتش که این تردید مشکوک شده به دستش. بعد به ما سریع گفتش که ببینید اون بطری‌ها پیام بود برای شما. در اینا میتونستن خیلی راحت این افراد رو بکشن، طبیعی هم جلوه بدن. مثلا منو میتونستن توی تصادف رانندگی بکشن، بعد یارو هم بره دیگه بده بره زندان، شش ماه آزاد بشه. عمدن طوری انجام میدادن این قتل ها رو که در این حال با بفهمیم که اینها قتل بوده، اینها به اصطلاح تصادف نبوده، یا مثلا ماجرای اتوبوس و غیره اینا که مشهور است. حالا چرا این کارو میکردن؟ دلایل گوناگونی داشت. و بعد چرا اون افراد رو انتخاب میکردن؟ هر دو رو من سعی میکنم سریع بگم. دلایل علتی که یک، اینا خود این آقای حاج آقا حسینی یعنی سعید امامی به ما گفت، حتی در اون 45 روز که من زندان بودم چندین بار گفت، گفتش که ما از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی شرق درس گرفتیم. اینها مثل ما مکتب، ما مکتب داریم، اونها ایدئولوژی داشتن، ما رهبر داریم، اونها رهبر داشتن. شباهت‌های خودش رو به اون نظام میگه. بعد گفتش که البته خب مکتب ما آسمانی است، ایدئولوژی اونها زمین است. حالا توضیحات که میداد، بعد اون میگفتش که حکومت‌های مثل ما میتونن گروه‌های سیاسی رو سرکوب بکنن. درستم میگفتن شامش از سرکوب کرده بودن همه گروه‌های سیاسی رو، اما یه عده‌ای میمونن که اینها سازمان یافته نیستن، اما اینها نفوذ دارن در لایه‌های مختلف جامعه. اینها از نظر ما خطر بالقوه هستن، یعنی اگر اوضاع بحرانی بشود، اینها که نفوذ دارن در لایه‌های گوناگون جامعه میتونن بعداً بالفعل مثلا جایگزین آلترناتیو بشن. ما قبل از اینکه اینها بزرگتر بشن، با نفوذتر بشن، تشخیص میدیم و اونا رو حذف فیزیکی به قول اون میکنیم، یعنی میکشیم. اگر توجه بکنید اینا، آقای باستانی هم گفتن کشیش ها رو کشتن. اینا همون زمان یکی از جوانانی رو که پارتی رو مینداخت در شهرک در جلو دیگران گرفتن، از پنجره پرک کردن بیرون، چون که اون نفوذ داشت در لایه های جوانان. استاد دانشگاه کشتن، نویسنده کشتن، نمیدونم شاعر کشتن و سیاستمدار کشتن، به غیر داریش فرو هر پروانه. یعنی از لایه های گوناگون جامعه اینا کسانی که خطر بالقوه بودن از نظر اینها انتخاب میکردن و میکشتن. این یک مسئله بود. مسئله دوم ایجاد فضای ترس و وحشت بود، برای که اینها میدیدن که نمیتونن دیکتاتوری کامل اعمال بکنن، فضا به تدریج باز خواهد شد. خودشون حدس میزدن و اصلا میگفت، خودش میگفت ما مجبوریم یک کمی فضا رو باز کنیم، اما در این فضای باز یک دست خط قرمز عبور میکنن. این مثلا حذف فیزیکی اینها تضمینی است برای اینها از خط قرمز عبور نکنن و پیامی است برای دیگران. در عین حال توجه بکنیم که در دوره دوم آقای رفسنجانی که مثلا این قطعات شدت گرفت و سریعتر شد و اینها نارضایتی ها انبار شد و دیدیم شورش ها شهری شد، اینا رو پیش بینی کرده بودن، تحلیل کرده بودن. یعنی در واقع این قطعات یک به اصطلاح مکانیزم دفاعی بود در مقابل بحران هایی که اینا پیش بینی میکردن در کشور پیش میاد. حالا این یکی. حالا اینکه افراد رو چگونه انتخاب میکردن، طبیعتا یک سیاست رو در اون شوراهای عالی مملکت، شورای امنیت ملی یا اونایی که تدوین میکنن این سیاست ها رو،
سیاست حذف تصویب شده بود، برای اجرا به وزارت اطلاعات ابلاغ شده بود، مثلا تبلیغات، این کار تبلیغات لازم داشت، تبلیغاتش به تلویزیون واگذار شده بود، برنامه هویت رو اجرا کردن که در اون بسا پوشیدن که ما رو بدنام بکنن، بگن که اینا جاسوسن، فساد اخلاقی دارن، چه میدونم روابط نامشروع دارن، از این حرفا. یعنی در واقع این سیاست چند بود داشت، بود تبلیغاتش تلویزیون اجرا می‌کرد. برای حالا اینها در واقع یک وزارت اطلاعات بر اساس اطلاعاتی که از شروط ها داشت، خب میدونیم خونه های ما شروط میشد، جلسات جمع مشورتی شروط میشد، صورت جلسه را بردن غیره، بر اساس شروط هایی که بودن تعقیب و نمیدونم غیره و غیره، کارشناسان میشستن افراد رو انتخاب میکردن. یعنی در واقع وزارت کارشناسی وزارت اطلاعات انتخاب افراد بود. افراد رو چگونه انتخاب میکردن؟ مثلا در مورد قانون نویسندگان این ما دو گرایش در ما بود، یه عده میگفتن در منشور قانون باید به قانون اساسی استناد بشه، یه عده میگفتن نباید استناد، که ما رو سریع برد اونجا به ما گفت، سریع تو وزارت اطلاعات گفت اینایی که میگن نباید به قانون اساسی استناد بشه رو ما حذف میکنیم. من دم رضا برهانی بود، منصور کوشان بود، محمد مختاری بود و اینا. یعنی دقیقاً اینها حتی به صورت جنابندی های نهادهای گوناگون رو در نظر می گرفتن و بر اساسش انتخاب میکردن. حالا منظورم این بود که این یک سیاست بود، در این حال کارشناسی به ذات افراد انتخاب. متشکرم. اجازه بدید از آقای مختاری بپرسم. آقای مختاری، در سالهای بعد، سالها شما تلاش کردید، خانواده شما و خانواده سایر قربانیان تلاش کردند که در سیستم قضایی ایران به در واقع حق و عدالت برسن. از این روند برای ما بگید که چه گذشت به شما؟ بله، اول در ادامه توضیحاتی که داده شد، فکر می‌کنم به چند تا از جزئیاتی که بیشتر روشن می‌کنه که چرا اساساً این پرونده و حکم دادگاه فاقد مشروعیت و صلاحیت بود اشاره می‌کنم. از سال 70 تا سال 75، یعنی دو سال پیش از اینکه پاییز 77 این قتل‌ها اتفاق بیفته، به هر حال من خودم سنم خیلی کم بود، ولی از نزدیک شاهد بودم که فشارها، تهدیدها و در واقع بازجویی‌های مستمر و مداوم اعضای کانون نویسندگان در دستور کار تیم‌هایی بودند که در وزارت اطلاعات فعال بودند. این تیم‌ها با در واقع دقت وحشتناکی فعالیت‌های نویسندگان رو رصد می‌کردن، شنود می‌کردن مکالمات اونها رو، فعالیت اونها رو دقیقاً زیر نظر داشتن. ما این رو بعداً در سال 77 طی گفته‌هایی که در کمیته‌ای که تشکیل شد برای رسیدگی به این قتل‌ها شنیدیم، از نزدیک دیدیم و اسنادش رو مشاهده کردیم که چطور منزل مثلا پدر من رو تحت نظر داشتن، مکالمات پدر من رو حتی در سراسر سالها زیر نظر داشتن، در بازجویی‌ها بهش حتی میگفتن که فلان موقع در پای تلفن این حرف زده شده. و این در واقع نشون میداد که این قتل‌ها که در پاییز 77 اتفاق افتاد، ادامه یک سلسله قتل‌ها و سرکوب‌هایی بود که در بین سال‌های 70 تا 75 به موازات فعالیت جدید کانون نویسندگان علیه نویسندگان و فعالین این کانون صورت گرفته بود. به بخشی از اون آقای سرکوبی اشاره کردن. در سال 75، شهریور 75 که اشتباه نکنم، فعالیت کانون نویسندگان متوقف شد به خاطر اینکه جمع مشورتی رو در منزل آقای کوشان دستگیر کردن و به اونها مستقیما گفتن که فعالیتشون ادامه نمیتونه پیدا بکنه. در سال 76 77 این فعالیت دوباره آغاز شد و همان در واقع تیم هایی که در وزارت اطلاعات فعالیت میکردند ادامه فعالیت خودشون رو در اون سالها پی گرفتن که به حسب در واقع پدرم و محمد جعفر پوینده هم انجامید و دیگر فعالین مخالفانی که در اون سالها به قتل رسیدن متاسفانه. و تمام تلاش پیگیری قضایی و اون دادرسی حقوقی که صورت گرفت در ایران این بود که این پشتوان، این در واقع تاریخچه‌ای که پیش از این قتل ها وجود داشت رو به کلی از این پرونده حذف بکنن. و همین دلیل هم تمام اعترافات سعید امامی و تمام اعترافاتی که نشون میداد حتی در اون برگه‌های در واقع مخدوشی که دادگاه چاپ کرد هم میتونیم به راحتی ببینیم که همین در اعترافاتشون بارها اشاره میکنند که در واقع اشاره میکنن به مکالمات درون وزارت اطلاعات پیش از این قتل‌ها که در اون مثلا وزیر اطلاعات حضور داشته،
و دیگر مسئولان ارشد وزارتخانه در اونها بودند و طی اون تصمیم می‌گرفتند که چطور نویسندگان رو به قتل برسونن. برخی پیشنهاد می‌کردند که اونها رو در یک در واقع جمعی یک جا جمع بکنیم و اونجا بمب بگذاریم، حتی که نمونش اون تلاش برای پرت کردن اتوبوس نویسندگان به درون دره بود پیش از اون. و به طور کلی دادگاهی که در ایران تشکیل شد برای افشای حقیقت نبود، بلکه برای این بود که در واقع حقیقت رو مخدوش بکنه و اعلام بکنه که این تحقیقات پایان یافته، اینها یک محفل خودسر بودن، این قتل‌ها فقط محدود میشه به اتفاقات پاییز 77 و نه قبل از اون. و برای این خانواده ها اون دادگاه و این رسیدگی رو فاقد صلاحیت میدونستن و طی اعتراض خودشون و وکلای خودشون رو عزل کردن و در دادگاه شرکت نکردن. دقیقا قضیه مربوط میشه به همین که با وکلا چه برخوردهایی شد. میدونیم که با وکلا برخوردهایی شد که سالهای سال اینها بعدش بعضا بازجویی پس دادن، زندانی کشیدن خیلی از اونها. و بحث مهمتر شیوه بازجویی ها از عاملان و عامران بود. مثلا خانم عبادی میگن در همون بخش از مصاحبه که انجام دادن میگن که گفته شده بود در همون صفحاتی که اینها دیدند که از وزیر اطلاعات هم با توجه به خواسته خانواده ها بازجویی صورت گرفته، ولی وزیر اطلاعات وقت آقای دوره نجف آبادی سه بار قسم جلاله خورده و گفته که من نبودم و اونها هم از او پذیرفتن. آقای باستانی چه سیستمی باعث میشد که چنین رفتاری انجام شد؟ به هر حال ما میدونیم که اون دوره یک اختلافات جناحی بود، اما آیا واقعا میشد گفت که این یک جناح هست در مقابل جناح دیگه یا نه کل حکومت بود که میشد این اتهامات رو بهش واگذار؟ ببینید در مورد به هر حال قتل ها که خب قبلا توضیح داده شد که مکانیزمی بود که داشت عمل میکرد در سطح حکومت، اگر که در واقع مشخصا منظور اینه که به چه صورت این پرونده به این شیوه به انحراف کشیده شد، چون به هر حال یه اتفاقاتی افتاد، یه چیزایی فاش شد و بعد ما شاهد این بودیم که در واقع وکلا تحت فشار قرار گرفتن، حالا روزنامه‌نگاری که یه مقدار بیشتر پیگیری کرده بودن تحت فشار قرار گرفتن، و از اون طرف هم حکم دادگاه اومد که خب تمام اینها به نوعی به عنوان نمونه در بین کسانی که در این قتل‌ها به حبس ابد و حتی چند بار حبس ابد در واقع محکوم شدن، تک تک اونها الان بیرون زندان هستن و دارن مثلا کار اقتصادی میکنن. در نتیجه خب این سوال پیش میاد که خب چی باعث شد که به این شیوه به انحراف کشیده بشه داستان. من اگه بخوام یه ذکر کوچیکی بکنم چند تا تیکه مهم رو، ببینید دی در واقع صادر شد اطلاعی وزارت اطلاعات که گفت که یه سری از عناصر وزارت اطلاعات بودن. سه روز بعدش آیت الله خامنه ای علناً این رو اعلام کرد که در واقع این کسایی که این کار رو انجام دادن امکان نداره نیروهای نظام باشن. من به گفتن به نیروهای اطلاعات وزارت اطلاعات هم گفتن برن بگردن پیدا بکنن. و خب ما بعد از این شاهد بودیم که به هر حال یک موجی از دستگیری‌ها که یعنی سری اول که 4 نفر دستگیر شده بودن که سعید مامی هم برخلاف تصور اینطوری نبود که بلافاصله دستگیر شه، بعد از چند هفته دستگیر میشه. خب این یک 5 ماهی در زندان موند، بعد اعلام کردن که خودکشی کرده، به شدت تردید در مورد این روایت وجود داره به دلایل مختلف. بعد از اون هم باز روایت دیگری از آیت الله خامنه‌ای نقل شد که در جمعی از مسئولین نظام گفته که نتایج حالا این تحقیقات رسیده باشه یا نرسیده باشه، من مطمئنم که در واقع اینها وابستگی خارجی داشتن، حتی با تاکید بر اینکه شما صادق رو برید پیگیری کنید، اشاره به مهرداد عالی خانی که چرا، به این خاطر که در خارج از ایران مسئولیتی داشته، این اتهام رو میتونستن راحت‌تر بهش بچسبونن که عامل بیگانه است. نهایتاً کار رسید به این که سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده رو در واقع تا اینجا پیش برد که در بهمن، یعنی در اواخر در هفته‌های آخر مجلس پنجم، یک نوار 6 ساعته‌ای رو در مجلس نشون دادن که اینها اعتراف می‌کردن ما عامل CIA هستیم، ما عامل موساد هستیم، ما فساد اخلاقی داریم و امثال اینها، در آخرین روزهای مجلس پنجم بود. بعد از اون پاتکش که از اون طرف زده شد خرداد در واقع سال بعد بود، خرداد خدمت شما عرض شد که ببخشید خرداد اینه که خرداد 80 بود به فاصله بیشتر از اون، که اون در واقع نوار 3 ساعته‌ای بود که
نشون میداد صحنه‌هایی از در واقع اعترافگیری از اینها رو که نشون میداد از همسر سعید امامی و افراد دیگه که اینها چطور دارن زیر شکنجه قرار میگیرن، بروشون فشار گذاشته میشه برای اینکه اعتراف کنن به فسادگی اخلاقی، برای اینکه اعتراف کنن به خدمت شما عرض شود که با سرویس بیگانه کار میکنن و امثال اینها، که البته بعدن حالا سرتیم بازجویی اینها یک جزوه 80 صفحه‌ای رو دادن مثلا به فاصله کوتاهی که رو ادعاهاشون پافشاری میکردن، ولی خب اون دیگه نگرفت اصلا، کسی یادش نمیاد اونو. بعد از اینکه این فیلم دوم در اومد، خب این کسایی که بازجویی میکردن دستگیر شدن که سرتیمشون کسی بود به نام جواد آزاده، همون کسی که تو اون فیلم‌های مربوط به همسر سعید امامی به اسم حاج آقا آملی ازش یاد میکنه، هی التماس میکنه که مثلا میخوان ببرن شکنجهش کنن و اون میگه که مثلا نظری دو همسال اینها. او بعد از اینکه مورد بازجویی قرار گرفت که با چه بیانیه شما این همه اعترافات ببخشید مزخرف گرفتید که کلن بی پای و اساس هست، جوابی که او داده بود به نظر من کلید این داستان پرونده قتل هست که چطور منحرف شد. گفته بود که وقتی که آقا گفتن که شما حتم بدونید که اینها عامل بیگانه هستن، این وظیفه سازمانی شرعی و قانونی من رو مشخص کرد که من باید انقدر اینها رو بزنم تا به این اعتراف کنن. من که نمیتونستم به عنوان نیروی فدایی نظام بگم خب من سه ماه اعتراف گرفتم این نتیجه پرونده. معلوم شد که تئوری مقام معظم رهبری اشتباه بوده، من که نمیتونستم اینو بگم، من باید به اون میرسیدم. خب اگر راحت‌تر اعتراف میکردن راحت‌تر اعتراف میگرفتم، اینا مقاومت کردن. به عبارت دیگه ببینید جنس دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران در پرونده این بود، وقتی که میگه شما حتم بدونید عاملی بیگانن، معلومه که کل حکومت باید بسیج بشه که این فرضیه رو ثابت کنه. در جاهای دیگه هم الگوهای دخالت ایشون معمولا همینه دیگه. حالا یه جمله معترض من بخوام بگم، مثلا شما فرض کنید بعد از انتخابات 88 ایشون میگن که پیگیری بکنن دستگاه به شکایت ها، ولی مگه میشه اختلاف اینقدر باشه که نتیجه عوض شده باشه؟ خب معلومه که شورای نگهبان اگر 1% هم فرض بکنیم که میخواسته رسیدگی بکنه که نتیجهش سمت دیگری بره، الان دیگه چیزی دیگه رو نمیتونه اعلام بکنه. این موضوع در پرونده قتل زنجیری به وضوح خودش رو نشون داد. آقای سرکوهی، بحث دیگه برمیگرده به عملکرد سیستم اطلاعاتی ایران و اینکه حالا حذف فیزیکی روشن هست که در این پرونده صورت گرفته، پیش از این هم صورت گرفته، اما به هر حال سیستم‌های اطلاعاتی در بقیه جاهای دنیا هم به قول معروف خیلی علیه السلام نیستند، از این کارها ممکنه خیلی ازشون سر بزنه. چرا اینقدر شما و بقیه همه متعجبند از اینکه سیستم قضایی ایران چنین کاری رو کرده باشه؟ چرا نباید بکنه؟ من اصلا متعجب نیستم که سیستم اطلاعاتی ایران نباید این کارا رو بکنه، باید بکنه. یعنی نه اینکه باید بکنه، خوبه که بکنه، اما خب این چه میکنه؟ آره جمهوری اسلامی هستش، من بخاطر منو بکشن، من موافق نبودم که منو بکشن البته، اما این جزء ساختار. ببین البته من با این دیدگاه مخالفم که یک کسی هست به نام رهبر این دیدگاه مانوی که یه طرف همیشه خوبه و یه طرف همیشه بده، این دیدگاه به اصطلاح مطلق گرایانه، من با این مخالفم که یک کسی هست به نام رهبر و همه بدی ها زیر سر اون هست. این توجه رو از سیستم دور نگه میداره. ببینید من یه مثال بزنم، وقتی که منو بازداشت کردن آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود بعد گفت آلمانه، بعد در یه مصاحبه‌ای با آقای قوچانی در روزنامه شهر با او کرد، این ازش پرسید بود که خب آقا این که آلمان نبوده زندان بوده، گفت خب آقای امامی به من درست نگفته بوده، منم تذکر بهش دادم. تذکر رو به یک ماموری میدن که دیر سر کار اومده. دستگاه اطلاعاتی وظیفه‌ش اینه که به رئیس جمهور اطلاعات درست بده، وقتی اطلاعات غلط کرده غلط داد از آقای رفسنجانی در جریان بود، من میدونم. حالا آقای مهاجرانی هم در جریان بود، چون اصلا اونچنگ گوشی دفعه بهش تلفن کرده بود که فرد زندان یه دفعه که منو گرفته بودن می‌خواستن بکشن و او به سیمین دانشور گفت، سیمین دانشور به او زنگ زده بود و این قول داده بود که آزاد میشه تا ساعت 4 و ساعت 4 من آزاد کردم، من رفتم خونه دانشور، دانشور همینا برای من گفت. حالا اینا جزئیاته، من میخوام بگم که ببینید داستان این هست، سیستم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، حالا رهبر هم درش خیلی البته نقش بسیار مهمی داره، اما نهادهای اطلاعاتی، نهادهای امنیتی که وظیفه‌شون حفظ امنیت نظام است و یه عده‌ای هم هستن که دیگر اندیشن، یه عده هستن که این فرهنگ تک صدای حکومت رو نمیپذیرن، یه عده هستن که خواستار یه سری حقوقی هستن، ما می‌خواستیم مثلا کتابامون بدون سانسور چاپ بشه. خب اینها معارض و مخالف تلقی میشن. نظام اطلاعاتی هم یا اینا رو من خیلی برو سعی کردن بترسونن، قانع کنن، بخرن، هم نه منو، خیلی از ما رو اشاره کرد سورا، بارها و بارها ما رو بردن بازجویی، زیر فشار قرار دادن، ما تحبیب میکردن، تهدید میکردن، غیره و غیره. وقتی که ببینن که خب نمیشه، طبیعتا حذف میکنن. این نظام دیکتاتوری، به خصوص دیکتاتوری ایدئولوژی، دیکتاتوری مکتبی و
فرق داره با دیکتاتوری سیاسی. شاه دیکتاتوری سیاسی میکرد، اینها دیکتاتوری مکتبی میکنن. دیکتاتوری مکتبی نمیتونه دیگر اندیش تحمل بکنه. آقای باستانی گفتن، همه گفتن. دیکتاتوری مذهبی نمیتواند یک کسی رو تحمل بکنه که مذهبی نیست. صحیح. ولی آقای سرکوری، بحث من این هست، به هر حال نظام جمهوری اسلامی نظام اسلامی هست. بسیاری شاید توقع داشته باشن که در یک نظام اسلامی یک سری قواعدی، قواعد شرعی رعایت بشه. دقیقاً همین کار میشه. که ظاهراً هم شده، به هر حال فتوا گرفتن برای قتل‌ها. نه به توجه بکنید. آقای خامنه‌ای تا حالا یک قدم علیه قانون اساسی برنداشته. هر کاری کرده منطبق قانون اساسی. دخالت میکنه در امور. آقا در قانون اساسی نوشتن رهبر تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی و غیره و غیره ازش. خب یعنی ببینین نظام جمهوری اسلامی نظام اسلامی هست. حالا برداشت‌های گوناگون از اسلام وجود داره. بعضی برداشت‌ها هستن که اصلا خیلی میگن نباید اسلام در سیاست دخالت بکنه اینا. اما حالا ما با برداشت‌های گوناگون اسلام در ایران حکومت نمی‌کنه. یک برداشت مشخص حکومت میکنه، برداشتی که بر پایه ولایت فقیه هست، در قانون اساسی هم هست. این برداشت یعنی نظام اسلامی، دقیقاً نظام اسلامی با برداشت ولایت فقیه. نه حالا من گفتم برداشت‌های گوناگون وجود داره، اما اون که بر ما حکومت میکنه این برداشت یک دیکتاتوری سیاسی، ایدئولوژیک و مکتبی هست که مخالف رو تحمل نمیکنه. حالا اگر بعضی موقع شما میبینید ناچار است، یعنی اون فرق میکنه، یه موقعی یه چیزایی به واقعیت خودش تحمیل میکنه. ببینید حالا این برداشت، ببینید آقای دوری نجف آبادی از کسانی بوده که فرمان قتل داده تو پرونده هام هست، حالا قسم خورده، شوخی داریم میکنیم با هم دیگه. آقای دوری نجف آبادی جزء لیست فهرست امید آقای خاتمیه. یعنی این یک نظامی هستش که بر پایه اسلام هست و اسلام با برداشت ولایت فقیه و اسلام با برداشت ولایت فقیه دیکتاتوری هست. شوخی هم با کسی نداره. اصلا هم تعجب داره، من ماهیش وقت تعجب داره که وزارت داره. آقای سعید امامی یه بار خیلی سریع به نام هم آجا حسینی به ما میگه، میگه آجان من از تو میپرسم، من خودم دادم به مشمردیه که آقا من سیاسی نیستم، کاری هم به سیاست، من که آدم قهرمان نیستم، او کتک زده بودن، شلاق زده بودن. بعد گفتش که ببینم این ادعا رو در نیار، تو حکومت سوئد رو ترجیح میدی یا حکومت ایران اسلامی ایران؟ ما همون زیر شلاق هم نتونستیم بگیم که حکومت اسلامی ایران. بعد اگر میگفتم خب میفهمید دروغ میگم، شوخی که با کی نداره یارو، که دروغ کلی اطلاعات داشت. این اتاق خواب من با زنم که میخوابیدم شروط گذاشته بود، حالا من که نمیتونم چیزی دروغ بشم. در نتیجه پخش کرد برای من. در نتیجه اینجا مسئله این هستش که او برگشت گفت آقا شما حتی وقتی که هم نمیگین که مخالفین، میترسین که نمیگین. راستم میگفت حکومت ما اصلا، من هیچ وقت تعجب نمیکردم که به همون طور که من در زمان شاه تعجب نمیکردم که سوال ما رو دانه میکنه، الانم تعجب نمیکردم. آقای مختاری، به هر حال این قتل ها فضای بسیار رعب و وحشتی ایجاد کرد که میشد حس کرد در میان دگراندیشان. من یادم هست روز تشییع جنازه پدر شما، من معذرت میخوام که هی مجبورم اینها رو یادآوری بکنم، ولی به هر حال چیزهایی هست که همه ما تقریبا یادمون میاد. بسیاری از کسانی که در اون مراسم بودند به شدت نگران بودند که آیا این قتل‌ها ادامه پیدا می‌کنه یا نه. هیچ کس فکر نمی‌کرد که این نقطه پایان قتل‌هاست، اینکه حالا اینها رو شده. چه تأثیری گذاشت این روی عملکرد دگراندیشان و همینطور کانون نویسندگان ایران؟ بله، این خاطره‌ای که تعریف می‌کنید دقیقاً من یادم هست که همه در یک دوچار برخی البته حتی مخفی شدند مدتی، برخی از نویسندگان. من خاطرم هستش خانم بهبهانی برای ما تعریف میکرد که یک بار از در من وقتی که از در حیات منزل به سمت آسانسور حرکت میکرده، یهو فکر کرده که کسی دنبالشه و دویده به سمت راه پله و بعد متوجه شده که صدای پای خودش بوده، یعنی از صدای در واقع قدم‌های خودش حتی ترسیده بود. و در اون زمان برخی از نویسندگان هم البته باید بگم بودن که به اون کمیته‌ای که تشکیل شده بود کمک می‌کردن. زنده‌یاد گلشیری کسی بود که حتی برای اینکه اون کمیته بتونه برخی از این متهمین رو پیدا کنه و بتونه تعقیبشون بکنه، خودش رو در اختیار این کمیته قرار داده بود که او رو دنبال بکنن و از این طریق بتونن اگر کسی در تعقیب هوشنگ گلچیری هست شناسایی بشه. فضای بسیار سختی بود، ولی برخوردهایی هم که به این فضا بود متفاوت بود. خب برخی میگم واقعا در اون ماها
از روزنامه‌نگارها، نویسندگان و فعالان سرشناس کشور واقعا با یک پشتیبانی باور نکردنی در کنار خانواده ها بودند و این خب برای ما خیلی جای امیدواری داشت، اما خب در کنارش اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بود غم بزرگی بود که هم ما هم کسانی که از نزدیک شاهدمون بودند به سختی متاثر بودند. آقای باستانی، همون موقع آقای خاتمی رئیس جمهور وقت قول داد که این اتفاق دیگه تکرار نمیشه، نشد؟ ببینید سطوح مختلفی داشته داستان. یعنی جمهوری اسلامی آدم‌ها رو میگیره در زندان میکشه، افراد رو در واقع وزارت اطلاعات پرونده سازی هایی میکنه که منجر به اعدامشون میشه، افراد تو خیابون ممکنه که هدف قرار بگیرن کشته بشن، اتفاقایی که افتاده دیگه در سالهای مختلف. در اون زمان دولت خاتمی تلاشش رو گذاشت روی یک مسئله و اون اینکه قتل‌های سیاسی در داخل وزارت اطلاعات در داخل کشور متوقف بشه، این هدف رو گذاشته بودن. حالا میتونیم بگیم که بعدش چه اتفاقی افتاد. بعدش آیا مثلا فرض کنید که ما قتل‌های کرمان سال 81 نداشتیم؟ داشتیم. بعدش آیا ترور سعید حجاریان نداشتیم؟ داشتیم. با یه تعبیر اونا میتونن بگن که نه، ما سر حرفمون واستادیم، چون اینها رو مثلا نیروهای بسیج زدن در داخل وزارت اطلاعات، اون سازوکار متوقف شد. یعنی در واقع فقط وزارت اطلاعات این کارا رو نکنه، چون بعد از اون اطلاعات موازی تشکیل شد در تمام نهادهایی که میتونن هر کاری هم بکنن. اون حرف در واقع در اون زمان معنیش این قرار بوده باشه. و اینم توجه داشته باشیم که حتی ترورهای وزارت اطلاعات در خارج از کشور رو هم انگار که ما داریم راجعش صحبت نمی‌کنیم، چون اون هم اتفاقی که افتاد بعد از میکونوس بود که جمهوری اسلامی دست و پایش ذره جمع کرد. اما در کنار این باید یک مسئله دیگر رو توجه داشته باشیم. در سالهای اخیر شواهدی مشاهده شده که ما در مورد همون روایت قدیمی هم آیا باید تردید بکنیم یا نکنیم. مثلا ما شاهد این بودیم که از آذر در واقع 94 اتفاقاتی در خارج از کشور شروع شده. اگه خاطرتون باشه آذر 94 کسی به نام علی مقدم رو زدن که بعداً معلوم شد با شواهد و بیاناتی که انگار این همون محمد رضا کلاهی بوده، همون کسی که هفته تیر رو چیز کرده. بعد در واقع در آبان 96 مشاهده این بودیم که خب یکی از در واقع رهبران همون گروهی که خودش رو جنبش آزادی بخش الاهواز در واقع نام داده، اون در هلند کشته شد. ما داریم در مورد موضوعاتی صحبت می‌کنیم که دولت‌ها یا دادگاه‌های اروپایی نقش حکومت ایران رو روش در واقع برجسته کردن و اونهایی که به نظر میاد که یک مقدار محکم‌تر از بقیه بوده. مثلا اون چیزی که آمریکایی‌ها در سال 91 گفتن، اگر اشتباه نکنم 90-91 بود که گفتن که مثلا فرض کنید که ایران میخواسته که عادل جبیر رو توی در واقع آمریکا بکشه، من شخصا خیلی هیچ وقت به اون روایت متقاعد نشدم. چرا؟ چون نحوه پیگیری آمریکا یه جوری نبود که اینو خیلی جدی کنه، ادامهش ندادن این بحث رو. ولی مثلا این دو مورد هلند مواردی بودن که متفاوت بودن. یا مثلا در تابستان گذشته اینی که دولت فرانسه گفتش که می‌خواسته اند کسانی که وابسته به حکومت ایران بودن در اجلاس سازمان مجاهدین خلق عملیاتی انجام بدن، خب اون به هر حال یه مقدار اونها محکم‌تر روش وایسادن. یا این ماجرایی که در واقع در اوایل آبان تو دانمارک اتفاق افتاد، به نظر میاد که در داخل خود ایران هم داره صداهایی شنیده میشه که شاید اینها جدی‌تر بوده. مثلا شما خاطرتون هستش که هیچ دو ده روز پیش آقای کمال خرازی که در واقع رئیس شورای سیاست‌گذاری روابط خارجی ایران هست که زیر نظر رهبر ایران عمل میکنه، او در یک مصاحبه با یک شبکه فرانسوی گفتش که قطعاً کسانی ممکنه بخوان، حالا به گفته ایشون، در روابط ایران و اروپا ایجاد اختلال کنن که ممکنه در داخل ایران هم باشن. مشخصاً سوال راجع به فرانسه و دانمارک بود. یا یک چیزی حدود سه هفته پیش خب روزنامه ایران مطلبی چاپ کرد که منو یاد اون در واقع مقاله معروف سلام انداخت، قبل از اینکه وزارت اطلاعات مسئولیت رو قبول کنه، سر قتل‌های زنجیری سال 77. روزنامه ایران نوشتش که حالا داشت مشخصا راجع پرونده دانمارک صحبت میکرد که در واقع خب اگر کسانی در داخل درگیر این ماجرا باشن، این مثل اون ماجرای قتل‌های زنجیریه که کسانی دارن خودسرانه، حالا به تعبیر اون روزنامه، دارن کارهایی میکنن، رئیس جمهور باید تا تهش رو بره. و حتی خبر داد که قرار هستش که به زودی رئیس جمهور راجع به این کارهایی بکنه که البته اتفاق نیفتاد.
ولی میخوام بگم اینا نشانه های قابل توجهیه که ما رو به این تردید میرسونه که آیا همون اتفاقاتی هم که در گذشته تصور این بوده که متوقف شده، آیا متوقف شده یا نشده. مخصوصا اینکه اگر این 4 مورد اخیر تو اروپا رو نگاه کنیم، اینا یه شباهت قابل تأملی دارن. هم محمد رضا کلاهی و سازمان مجاهدین خلق، که کلاهی خب به حال منتسب به اون سازمان هست، و هم این دوتا مورد اخیری که چون همون هلند و هم در واقع دانمارک، همون گروه الاهواز هستش که خب بعداً سر قضای 31 شهریور اهواز هم حمله‌ای که شد، خب جزء متهمین اصلی هستش دیگه. در تمام این 4 مورد وجه مشترک قابل تأملشون اینه که اینا کسانیه که در داخل ایران به عنوان عاملان عملیات تروریستی شناخته میشن. در نتیجه این سوال مطرح میشه، آیا در داخل حکومت ایران جایی ماده و تفسیری باز شده که حتی توی اروپا هم حالا کسانی که در این کاتگوری خاص، در این گروه خاص میگنجن رو میشه زد؟ اگر این اتفاق افتاده باشه، خب اون وقت باز من یادآوری میکنم دهه 70 رو، شروع داستان با یه جاهایی بود، بعد به یه جاهای دیگه ادامه پیدا کرد. اگر این شروع شده باشه یه همچین مسئله ای، قابل توجه خواهد بود به این خاطر که به نظر میاد یه چیزایی که بعد از میکنوس الگوی رفتاری حکومت ایران در ارتباط باش عوض شده، اون وقت ممکنه که این تردید ایجاد شه که آیا اون الگو خاتمه پیدا کرده و دوران جدیدی شروع شده یا نه. به همین علت رصد کردن ادامه ماجرا اهمیت زیادی داره. آقای سرکوبی وقت زیادی نداریم، 1-2 دقیقه، من میخوام شما جمع‌بندی بکنید. آیا به نظر شما اتفاقاتی که بعد از قتل‌های زنجیره‌ای افتاد برای جامعه فرهنگی ایران اتفاق مثبتی بود؟ اینکه به هر حال دولت بپذیره که با اینها اینطوری برخورد کرده، آیا به اونها کمک کرد که بتونن پیامشون رو روشن‌تر به مردم برسونن؟ ببینین، اینا اجازه نمیدن که، همون موقع هم اجازه ندادن که قانون نویسندگان مجمع عمومی شه تشکیل بده. یعنی سانسور کتاب همچنان ادامه داره، سانسور مطبوعات که اصولا مطبوعات مستقلی وجود نداره، حالا اگر هم داره سانسور میشه و غیره. این که اینا قبول کردن که یه عده‌ای در وزارت اطلاعات این کار کردن، اونا گفتن یه عده‌ای ولی به نظر من کل سیستم بود، این البته خب این حرفی که همیشه ما می‌زدیم که آقای وزارت اطلاعات دستش در این کار هست رو اثبات کرد، این مثبت هست. اما ادامه سیستم همچنان کار خودش ادامه داد. حالا در کهریزک آدم می‌کشن به جایی که ببرن مثلا تو صحرا خفه کنن، این یا مثلا وضعیت فرهنگی کشور بدتر هم شده، یعنی به خصوص با این سیاست های آقای روحانی که خصوصی سازی بکنه فرهنگ رو، تئاتر رو خصوصی سازی کنه، چون ریل گذاری کردن به قول خودشون، وضعیت فرهنگی کشور، سانسور و همه خیلی بدتر شده از این که ما بخوایم به اصطلاح بگیم که بهتر شده. حالا من نمیخوام بگم بهتر بدتر، یعنی در واقعیت قضیه این هستش که نه قانون نویسندگان اجازه فعالیت پیدا کرده، نه هیچ نهاد مستقل دیگری، از حتی نهادهایی که فیلم سازان و غیره و اینا، اینا همه وابسته به وزارت ارشادن، مستقل نیستن، بودجهشون اصلا میده به وزارت ارشاد. در ایران روشنفکری کشور همچون دیگر لایه‌های جامعه، همچون کارگران، همچون نمیدونم زحمتکشان، دستفروشان، معلم‌ها و غیره، نیازمند به این هستن که نهادهای صنفی مستقل خودشون رو تشکیل بدن و این با قاطعیت جلوش رو گرفتن. بنابراین میتونیم بگیم که از این نظر تأثیری نداشته، از نظر سانسور هم تأثیری نداشته که همچنان ادامه داره. اما اینکه پذیرفتن که بالاخره این یک کسانی از آسمان نیامدن، نمیدونم از خارج کشورم نیامدن اینا رو بکشن، اینا در وزارت اطلاعات بودن و طبیعتا این حرفشون هم چون کسی باور نمیکرد که این بخشی هستن، یه عده محدودی هستن، بلکه در جامعه میدونست کل سیستم هست، طبیعتا خوب تاثیرشون. متشکرم آقای سرکوهی، آقای مختاری و اینجا همکارم حسین باستانی، و ممنونم از شما که با صفحه 2 ویژه ما برای قتل‌های زنجیره‌ای همراه بودید. برنامه برای 1 هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شما قرار میگیره، bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست این برنامه بشید. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم هست، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.